سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بدید ما می‌خوایم یکی از مطالبی که در ماه‌های پیش به شما ارائه دادیم و از اون مطالب بود که به خاطر ارائه دادنش به شما خیلی سوژه شدیم، خیلی به ما خندیدن و بعضیا گفتن که آقا شما دچار توهم شدید، شما دارید یه چیزایی میگید صرفا برای اینکه یک شخص رو تخریب بکنید. این مطلبی که به شما می‌خوام بخونم دوم آذر ماه 99 به شما ارائه دادیم. می‌خوام الان ببینیم که چقدرش واقعی شده، بعد اگر به این جمع‌بندی رسیدین که واقعی شده می‌خوام ادامش رو هم با هم بررسی بکنیم. یه چند تا نکته هم الان تو ذهنمونه، اونا رو هم بهش اضافه کنیم. من از روی متن میخوام عیناً این گزارش رو براتون بخونم. گزارش دوم آذر ماه 1399 منتشر شده در شبکه اطلاعاتی ایرانیان. آنچه میخوانید توسط دوستانی از جناح چپ به ایران آنلاین منتقل نشده است. صرفاً یک گمان زنی است از آنچه پیرامون ظریف میگذرد. یک آینه پژوهی انجام دادیم در دوم آذر ماه 99، 7 متقرن قبل از انتخابات، و اون موقع به این جمع رسیدیم که این گزارش رو شما ارائه بدیم. بازم یادآوری میکنم خیلی سوژه شدیم اون موقع به خاطر انتشار این گزارش. تیتراش رو برای شما میخونم. محمد جواد ظریف لزوما قرار نیست کاندید 1400 باشد. ظرفیت او قرار است برای دو قطبی کردن فضا پیرامون یک نامزد دیگر در دستور کار قرار گیرد. خط تیره. آیا اعتدالیون موفق میشوند گزینه خود یعنی لاریجانی را به اصلاحات غالب کنند؟ با ما همراه باشید. متنش رو با هم بخونیم. قبل از انتشار این گزارش جا دارد به طور رسمی علنی و عریان ابراز شرمندگی خود را از این بابت که از 6 ماه مانده به انتخابات در حال سخن گفتن پیرامون آن هستیم ابراز کنیم. شما همراهان عزیز میدانید که این تیم از ابتدای فعالیت خود تاکنون نه گزینه ای را در انتخابات پیشنهاد داده و نه این کار شایسته خود می‌داند. اما چرا تصمیم گرفتیم امشب رو به بحث انتخابات اختصاص دهیم؟ خیلی تلخ است اما لازم است صریح خدمت شما بگوییم با وجود آنکه هنوز 6 الی 7 ماه از دولت آقای حسن روحانی باقی مانده، دوستان و تیم‌های همسو با او لیستی 20 نفره را ارائه کردند و آنها را گزینه‌های پیشنهادی نیروهای همسو با دولت معرفی کردند. درد اینجاست که هنوز که 6 الی 7 ماه از دولت آقای روحانی مانده، هواداران وی به جای آنکه از توان سیاسی خود برای کمک به دولت به جهت خدمت مردم استفاده کنند، در حال گمانه‌زنی در خصوص انتخابات 1600 هستند. به هر جهت حالا لازم است که اتفاقی که زیر پوست جناح چپ در حال رخ دادن است را برای شما دوستان عزیز مرور کنیم. قبل از شروع این بحث این لیست را ببینید. بعد اومدیم لیست 20 نفره رو توضیح دادیم که این 20 تایی هستن که داخل لیست به اسمشون اشاره شده. بعد گفتیم آنچه خواندید لیست 20 نفره کارگزارین‌ها برای انتخابات 1400 است. در خصوص این لیست چند نکته وجود دارد که از آن می‌گذاریم. ما امشب صرفاً می‌خوایم پیرامون چرایی مطرح شدن نام جواد ظریف در کنار بایدن صحبت کنیم. این مال هفتم پیش، بازم یادآوری میکنم اون موقع ایاتون باشه جمله رو انداختن تحت عنوان که جواد ظریف رفیق جو بایدن هست، که بر اساس یک مصاحبه که ازش منتشر شده بود بین استناد میکردن. بریم ادامه گزارش بخونیم. رصد رسانه‌های جناح چپ و اظهارات چهره‌های نزدیک به دولت نشان میدهد که ظاهرا این جریان تاکید دارد که یک جمله را در افکار عمومی معتبر کند و آن جمله این است: ظریف رفیق بایدن است. خط تیره. از نظر خیلی ها این جمله برای اعتبار بخشیدن به جواد ظریف برای حضور در انتخابات 1400 است. البته رصد دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ماجرا بسیار متفاوت‌تر به نظر می‌رسد. حالا رصد ما چی نشون می‌داد که ما گفتیم ماجرا متفاوت‌تر به نظر می‌رسه؟ بریم ادامه گزارش رو بخونیم ببینیم. اگر بخوایم به طور خلاصه‌تر صحبت بکنیم، می‌شود این جمله ظریف رفیق بایدن است اسم رمز بسیج افکار عمومی برای هدایت آن 24 میلیون نفری که به روحانی رأی دادند به سمت یک گزینه دیگر می‌باشد. سوال شما حالا احتمالاً این است: چطور می‌خواهند از طریق ظریف افکار عمومی رو به سمت یک گزینه دیگر هدایت کنند؟ برخی بر این باورند که قرار است با استفاده از فضای شرطی شده و استفاده از جمله ظریف رفیق بایدن است ابتدا کاندیداهای حاضر در 1400 به دو دسته حامی و مخالف مذاکره تقسیم شوند. گفتیم اول میخوان بیان از فضای شرطی شده استفاده بکنن، پیرامون گرونی ها و ارزانی ها، پیرامون نوسانات بازار ارز، پیرامون اتفاقاتی که اینا دارن ربطش میدن به مذاکره و خیلی هاش مصنوعی هست، به وجود اومده تا القا بشه که جامعه با کمک یک مذاکره میتونه از این مشکلات عبور بکنه. ادامه گزارش رو بخونیم. گفتیم اینا به وجود اومده و در کنارش جمله ظریف رفیق بایدن است رو هم مطرح کردن تا بتونن از ظرفیت این فضا استفاده بکنن و کاندیداهای 1400 رو به دو دسته حامی و مخالف مذاکره تقسیم کنن. بعد از اینکه این کار رو کردن، سپس افکار عمومی را پیرامون گزینه حامیان مذاکره و مخالفان آن دو قطبی کنن. بریم ادامه گزارش رو خونیم. گفته پس از آن ظرفیت ظریف برای حمایت از کاندیدایی که قرار است آن را به عنوان حامی مذاکره معرفی کنند استفاده خواهد شد. در واقع جناح چپ ظریف را تنها سرمایه خود برای بقا در قدرت می‌داند و امیدوار است که بتواند از ظرفیت ظریف به عنوان بخشی از کمپین انتخاباتی خود در 1600 استفاده کرده و از او به عنوان نامزد اصلی یا عامل انرژی بخش به دو قطبی پیرامون نامزد اصلی استفاده کند. سوال اصلی شاید حالا برای شما این باشد: کاندیدای اصلی حامیان دولت قرار است چه کسی باشد و ظرفیت جواد ظریف قرار است خرج کدام کاندید شود؟ بازم یادآوری می‌کنم این برای آذر ماه سال گذشته است. بررسی‌های ما در آذر ماه سال گذشته نشون می‌داده که دو صدا از درون جناح چپ شنیده می‌شود. یک
یک صدا خود را اعتدالیون این جناح می‌داند، این صدا بر این باور است که باید سرمایه‌گذاری ویژه انجام شود تا آقای علی اردشیر لاریجانی به عنوان گزینه این جناح در انتخابات 1400 به میدان بیاید. ما تقریبا 6 هفته پیش اومدیم هشدار دادیم، گفتیم اتفاقی که میفته اینه. اگر فایل صوتی الان منتشر شده که مرد میدان کیه، نامرد میدان کیه، اگه فایل صوتی منتشر شده که تش به افکار عمومی میگه با شرف میدان کیه، بی شرف میدان کیه، همه اینها هدفش این بوده که یک ظرفیتی ایجاد بشه برای یک کاندیدا به نام آقای علی اردشیر لاریجانی. سوال برای این قضیه سند دارید دوست عزیز؟ این صرفا داشته های ذهنی هست که ما بر اساس کار مطالعاتی بهش رسیدیم، رفتیم کارو پژوهشی کردیم، رفتیم بررسی کردیم، رفتیم اظهارات افراد رو رصد کردیم، جنبندی که ما رسیدیم اینه. و البته تا اینجا کار دقیق هم بوده دیگه، همون موقع که ما بحث کاندیداتوری آقای لاریجانی گفتیم ما سوژه شدیم، اون موقع چقدر به ما خندیدن، خیلی از مخاطبین خودمون کامنت میذاشتن، میگفتن دوست عزیز شما دارید میگید که اینا میخوان با یک کسی بیان تو انتخابات که اون محبوبیت نداره. حالا ما اون موقع مثلا میخواستیم تلاش کنیم به مخاطب توضیح بدیم که آقا این داستان معتبره، برو از الان بشین، اگه تو یه فعال رسانه‌ای هستی، اگه فعال توییتری هستی، فعال اینستاگرام هستی، برو براش برنامه‌ریزی کن، این داستان قراره که محقق بشه. به هر جهت اون موقع خیلی ها خندیدن. بریم ادامه اون گزارشی که اون موقع خیلی ها بهش خندیدن رو بخونیم. گروه های دیگر در جناح چپ هم گزینه‌های دیگری رو پیشنهاد دادن. البته باید منتظر ماند و دید که آیا اعتدالیون میتوانند دیگر چهره ها رو قانع کنند تا به گزینه آنها یعنی علی اردشیر لاریجانی رضایت دهند. اگرچه حمایت از لاریجانی و تبلیغ برای وی از ماها قبل توسط کاندیدای لیست امید انجام شده است، اما باید این حقیقت رو پذیرفت که هیچ عنوان پایگاه اجتماعی نداشته و به عبارت ساده‌تر پایگاه اجتماعی خود رو به طرز وحشتناکی از دست داده است. حملات پیاپی بهاری‌ها، اینا رو چند ماه پیش گفتیم. برای چی گفتیم؟ اومدیم اول توضیح دادیم، گفتیم می‌خوان لاریجانی رو بیارن، گفتیم اگه جامعه انقلابی فهمید بره برای خودش برنامه‌ریزی بکنه بدون می‌خوان لاریجانی رو بیارن. بعد تو بخش دومش گفتیم حالا شاید جامعه انقلابی نفهمید، جامعه انقلابی ما رو سوژه کرد، ما بیایم به علی لاریجانی رو توضیح بدیم، بگیم علی لاریجانی تو رو دارن میارن برای اینکه تو این وسط قربانی بشی. بریم متنش رو بخونیم. حملات پیاپی بهاری‌ها به لاریجانی‌ها افکار عمومی رو نسبت به آنها به شدت منفی‌تر از همیشه کرده است. از طرف دیگر با توجه به حضور همه بردن لاریجانی در سیاست، حتی آنها که نمی‌فهمند معنای اولیگارشی چیست، بدون اینکه بدانند نسبت به این خاندان حس منفی دارند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا جناح چپ برای 1400 بر روی علی لاریجانی شرط بندی خواهد کرد یا نه. ما تقریبا 7 ماه صبر کردیم، 7 ماه گذشت از اون بازی زمانی که رفقای ما خندیدن و مشخص شد که بله جناح چپ بر روی آقای علی لاریجانی سرمایه‌گذاری کرده است. بازم یادآوری می‌کنیم، ما این رو از دوستانی که از جناح چپ هستن اون موقع نشنیده بودیم، یه کار مطالعاتی و پژوهشی انجام دادیم، پیرامون اظهار نظرهای افراد به این جمع‌آوری رسیدیم. حالا من این رو به اینجا رسوندم، می‌خوام چند تا نکته در خصوص اتفاقی در وین داره میفته به شما بگم. در وین یک اتفاق ما شاهد هستیم و اون اتفاق اینه که آقای عباس عراقچی بعد از هر جلسه‌ای که برگزار شده اومده تاکید کرده برای اینکه روند مثبت، ما امیدواریم که بتونیم در کوتاه‌ترین زمان به جمع‌آوری برسیم، خیلی اتفاقات خوبی داره میفته. بعد از اون طرف همزمان با اظهار نظرهای عباس عراقچی شما شاهد یک نوسانی در بازار ارز هستید و خب در همون بازی زمانی که عباس عراقچی این مسئله رو مطرح کرده، یعنی در همین هفته اخیر یک مسابقه دیگه هم از وین انجام شده و بیرون مخابره شده. این مسابقه معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا. این شخص برایش گفته که ما چهارمین دور مذاکرات وین را برای احیاء برجام آغاز کردیم، اما به عنوان هماهنگ کننده برجام احساس فوریت قطعی میکنم. عجب فوریت قطعی میکنید، 4-5 سالی که ما وقتمون توی قضیه رفته، حالا چطوری که 2-3 هفته مونده به انتخاب شما دارید احساس فوریت قطعی میکنید؟ چی داره اتفاق میفته که تو احساس فوریت قطعی میکنی؟ ادامه متنشو بخونیم. چرا که زمان به نفع ما نیست. آها، زمان به نفع شما نیست، شما احساس فوریت قطعی میکنید. حالا چرا زمان به نفعشون نیست؟ این چیزی که در ادامه توضیح خواهم داد. خوشحالم از اینکه تمام هیئت‌ها از جمله ایران و آمریکا ابراز میکنن که چنین احساسی در روی زمان دارن. ما که توی مذاکره وین نبودیم، ولی این میگه که من که توی مذاکرات وین بودم احساس میکنم هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی، طرف ایرانی که دولت آقای حسن روحانی، جواد ظریف، آقای عباس عراقچی و اینا، ملت ایرانی که نمیگه که اینا رو داره میگه و میگه هم طرف آمریکایی، اینا هم دارن ابراز نگرانی میکنن. حالا این ابراز نگرانی برای چیه؟ این تصویری که مشاهده میکنیم به روزنامه کار و کارگره. روزنامه کار و کارگر یک مطلبی رو چند هفته پیش تیتر میکنه از قول سفیر فرانسه در ایران. یه موقعی در دوره قاجار انگلستان میومد اظهار نظر میکرد، ایفای نقش میکرد، تصمیم میگرفت برای ایران. الان اینا انقدر گستاخ شدن تصمیم میگیرن که از یک جناح در ایران استفاده بکنن در حوزه سیاست برای اینکه به اهدافشون برسن. و این از طرفی نشون میده که ما فضای سیاسیمون در داخل ایران برخلاف فضاسازی رسمی که انجام خیلی آزادتر و رهاتر از اون چیزی است که در غرب وجود داره. در غرب شما تو انتخابات نمیتونی به عنوان کشور ایران کاندیدا داشته باشی، ولی اونا در ایران این کارو میکنن، کاندیدا دارن ازش حمایت میکنن و نمونهش همین چیزی که در این روزنامه اومده. من براتون از روی متن میخونم. سفیر فرانسه در گفتگو با کار و کارگر، تلاش میکنیم برجام قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران احیا شود. اینا همه تلاششون اینه که قبل از انتخابات 1600 برجام احیا بشه، یک تنفس مصنوعی بدن به جریان سازشکار، این جریان سازشکار رو در قدرت نگه دارن و بتونن برجام
دو و سه رو باهاش محقق بکنن. حالا یه سوال، اگر نتونن این کارو بکنن برنامه بعدیشون چیه؟ حالا فرض بگیر یعنی اینا به این جمع‌بندی رسن که با گشایش اقتصادی و کار این شکلی نمیتونن در این انتخابات جناح سازشکار رو در قدرت نگه دارن، راهکار اینا چیه برای ادامه داستان؟ بریم جلوتر، من براتون توضیح میدم. فقط لازم اینو داخل پرانتز بگم، الان یک بحران اقتصادی رو در کشور به وجود آوردن، نوساناتی رو هم دارن به کشور میدن. پیامک اولیه هم آقای روحانی داده که با مذاکره امیدواریم بتونیم تحریم‌ها رو برداریم و جامعه رو دارن نسبت به این قضیه شرطی میکنن و خیلی ها هم هشدار دادن که اینا ممکن است قیمت ارز رو به طور مصنوعی در بازار پایین بیارن. اخیراً آقای عبدالمالکی از تحلیلگران حوزه اقتصاد اومد و یه توضیح داد و گفت که دولت آقای روحانی 300 میلیون دلار پول بریزه تو بازار، قیمت ارز رو میتونه بسیار بسیار پایین‌تر از چیزی بیاره که الان در بازار هست و اینطور القا بکنه که از طریق مذاکرات رفته فضا رو مدیریت کرده. حالا چرا اینها که در مذاکرات هستن میگن زمان داره روشون میگذره؟ ببینید، یک اظهار نظری انجام شده، من اینو به استناد یکی از رسانه‌ها دارم میخونم، یعنی ما به این جمع‌بندی رسیدیم، رسانه‌ها خیلی‌هاشون اومدن این رو گفتن. یکی از رسانه‌ها گفته که چیزی که طرف غربی الان از ایران خواسته این هست که ایران بیاد سانترفیوژهای نسل جدید خودش رو برداره. چرا این کارو بکنه؟ اینا میگن که ما میایم یه گشایش اقتصادی در تونس ایجاد می‌کنیم، اگر احساس کنیم که جریان غرب‌گرا شانس پیروزی داره یه گشایش اقتصادی ایجاد می‌کنیم، برای اینکه اینا قبل از انتخابات بهشون تنفس داده بشه. جواد ظریف هم که اول داستان براتون گفتم به دو قطبی کمک کرده، علی لاریجانی هم اومده. اگر تونسیم فضا ایجاد می‌کنیم اینا پیروز انتخابات بشن با گشایش اقتصادی، اگر نشود یه طرف بعدی می‌خواد پیروز بشه دیگه، اون طرف بعدی که مثلا اینا نیست بیاد توی مذاکرات بشینه و راحت ما بتونیم باش دیالوگ بکنیم. حالا اون طرف بعدی اگر بیاد توی مذاکرات بشینه و ما نتونیم باش دیالوگ بکنیم، یه سانترفیوژ نسل جدید داره و غنی‌سازی خودش به 60% رسونده، خب این برامون خطره دیگه. ما باید بیایم قبل از اینکه اون بیاد روی کار تلاش بکنیم که در دولت آقای روحانی این رو متوقفش بکنیم. لذا اینی که شما در اخبار شنیدید که به طور رسمی اومدن اعلام کردن و طرف آمریکایی تاکید کرده که سانترفیوژهای نسل جدید ایران باید تخریب بشه، حرفش همینه. میگه تو این دولت روحانی بزنیم اینو کارش رو متوقف بکنیم که اگر دولت بعدی از ما نبود، اگر ما نتونستیم با گشایش اقتصادی کاری بکنیم، حداقل از این یه بابت ما خیالمون راحت بشه که طرف بعدی که روی کار میاد دستش در مذاکره در برابر ما پر نیست. اگر اجازه بدید من این گزارش رو بدون جمع‌بندی براتون تمومش میکنم. تلاش کردم یه دور مرور کنم حرفی که قبلا زده بودیم، چون میبینم بعضی دوستان هنوز در کامنت ها میگن که شما خیلی مطالب مختلفی ارائه دادید، چقدرش درست از آب در اومده. خب مرور کنید رفقا، مرور کنید ببینید چقدرش درست از آب در اومده و چقدرش داره رخ میده. الان هم فضا رو به شما ترسیم کردیم، کما اینکه دو سه هفته پیش من توی شبنامه یک نکته رو تاکید کردم، گفتم طرفداران و برخی هواداران الان درگیر این شدن که درود بر فلان و مرگ بر فلان بگن. اون چیزی که شما باید روش تمرکز بکنید وین هست. جامعه رو اگر نسبت به وین آگاه نکنید، اینا میتونن جامعه رو بازی بدن، میتونن دوباره یک فضای مسخره ای دو قطبی پیرامون حامیان مذاکره مخالفان مذاکره راه بندازن و جامعه شما رو بازی بدن. اگر اجازه بدید من شبنامه رو همینجا متوقف کنم. تشکر میکنم از دوستانی که برای ما پیام میفرستن، پیام های شما بسیار بسیار زیاد شده، به خصوص دوستان خارج از کشور. یکی از دوستان پیامی رو برای شبنامه دیشب فرستاده، نوشته که سلام داداش، ممنون از برنامه خوب و عالی شما. آره درست میگی، من در آمریکا راننده هستم. اینو فرستاده درباره اون عملیات سایبری که توضیح دادیم که هکرها راه انداختن در 17 ایالت آمریکا. بنزین برای توضیح وجود نداره. گفته که آره درست میگی، من در آمریکا راننده هستم، چند دفعه منم با این مشکل روبرو شدم، بعضی وقتا ساعت ها انتظار کشیدم اما نتونستم سوخت بگیرم. الان که گفتی یادم اومد که بی‌ربط به تحلیل های شما نیست. خیلی مخلصیم، ممنونم، دمتون گرم. خوشحالم که رفقای از آمریکا و دیگر نقاط دنیا هم با ما همسو شدن و تشکر میکنم از رفقایی که دارن برای ما پیام ارسال میکنن. منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.